آذرمازدی در اوکراین چه اتفاقات جدیدی افتاده و به کجا میره اوضاع؟ راستش اوضاع توی دنیا به شدت نگران کننده است و یه جای بعضا آدم نگاه میکنه میگه اگر نوعی جلو این وای نستیم و جو نوعی اینو متوقف نکنیم میتونه عواقب بسیار بسیار وخیم و خطرناکی داشته باشه. آمریکا کاملا بر طبل جنگ میکوبه، رسما داره تحریک میکنه روسیه رو برای حمله اتمی، هی داره میگه حمله اتمی میکنه، حمله اتمی میکنه، اگر حمله اتمی بکنه ما هم حمله اتمی میکنیم. در حالی که روسیه خیلی روشن گفته ما حمله اتمی نخواهیم کرد مگر اینکه ببینیم که داره به روسیه حمله اتمی میشه. یعنی اگر آمریکا برگرده بگه خب بیام راجع به این حرف بزنیم، بگیم حمله اتمی نه، روسیه امضا میذاره پاش، ولی آمریکا نمیخواد این کارو بکنه و ناتو نمیخواد این کارو بکنه و هی دارن تحریک میکنن. یکی از اتفاقاتی که هفته اخیر بود یا 2 هفته اخیر، منم تاریخ اساسا خارج شده، یه سری لوله های گاز هست که از روسیه میاد از زیر آب دریای بالتیک میره برای آلمان و از اونجا میتونه به اروپا بره، ولی عمدتا برای آلمانه. بهش میگن نوردستریم، نوردستریم 1، نوردستریم 2. نوردستریم 2 سال 2020 بود که تکمیل شد و خود روسیه حدود 2 بیلیون دلار روش خرج کرده، آلمان هم یه مقداری همینطور، یه پروژه مشترک بوده و تمام مدت آمریکا تلاش داشته که این مسئله تحریم رو آورده و اینکه دیگه اروپا از روسیه گاز مایع نخره، ولی خب با وجود تحریم ها هنوز یه مقداری می آمده، برای اینکه برای اروپا اصلا امکان نداشت، به خصوص برای آلمان که به کلی قطع بکنه این قضیه رو. با وجودی که به کلی قطع نکرده بود، اقتصاد آلمان به شدت داغون شده، صنایعش همینطور تولیدشون پایینتر و پایینتر اومده، مردم از گرانی صداشون در اومده و مدام اعتراضات و تظاهرات هست تو آلمان، ولی رسانه های بسته رسمی یه دونه از این تظاهرات ها رو پخش نمی کنن، راجبش حرف نمی زنن. شما باید برید بگردید تو سوشال میدیا پیدا بکنید. بعد ماه فوریه بایدن تو یه دونه کنفرانس مطبوعاتی گفت اگر روسیه به اوکراین حمله بکنه ما نوردستریم از بین میبریم. یکی ازش پرسید شما چطوری این کار میکنید؟ تو آلمان اینو دست داره؟ گفت من مطمئن باشید این کار میکنید. بعد معاون وزیر امور خارجه آمریکا ویکتوریا نولند فکر میکنم اسمش، که تو سال 2014 توی کیف بود موقع کودتا و تلفنش پخش شده هست که داره سعی میکنه سازمان بده کودتا رو دولت عوض بکنه، اون هم اومد خیلی روشن گفت، گفت ما این نوردستریم رو ویران خواهیم کرد. اینا هست، اینا مال چند ماه پیشه. الان تمام این رسانه هایی که یه مقدار، یعنی منظورم تو سوشال میدیا اون جریانات چپ، اینا رو دارن پخش میکنن. بایدن نولند یه مصاحبه هست با کاندالیزا رایس 2-3 سال پیش که رسما داره میگه اروپا و آلمان باید بدونن که باید گاز مایع از ما بخرن نه از روسیه. این مصاحبه هم هست و اون وقت نگاه میکنیم میبینیم یه روز این نوردستریم توی دریای بالتیک کنار گوش دانمارک و سوئد و آلمان منفجر میشه. خود روسیه کرده. آخه یه جوری راجع به روسیه حرف میزنن انگار واقعا این حکومت، حالا پوتین جای خود، این حکومت یه حکومت دیوانه مازوخیسته، هی چیزای خودش رو نابود میکنه، به خودش نیروگاه هسته ای رو میگیره، اوکراین بهش حمله میکنه، میگن خودش داره به خودش حمله میکنه. این نوردستریم اینطوری میشه، میگن خودش، مگه دیوانه است این کارو بکنه؟ این مهمترین کارتی بود که روسیه داشت در مذاکره با آلمان و اروپا بر سر زدن تحریم، برای که بتونه به یه جایی برسه. اینو زدن دیگه، این کارت رو از دست داد. حالا بگذاریم 2 میلیون دلار پولش رفت، بگذاریم که دیگه امکانی که درآمدی که میتونست از این قضیه داشته باشه از بین رفت، این کارت برنده مذاکره رو ازش گرفتن. یک ادمیرال آمریکایی که مشاور دولت ترامپ بود توی مصاحبه گفت که خبر داره که آلمان داشته با پوتین مذاکره میکرده که دوباره این نفت رو گاز رو راه بندازن. خبر این مذاکره پشت پرده بوده. بلافاصله که این بحث مذاکره مطرح میشه، آمریکا میاد
و این رو نابود میکنه. الان گفتم بریم بررسی کنیم، سوئد گفته نه خیلی خطرناکه بررسیش، برای اینکه میدونن به کجا میرسه. به مردم رسما دروغ میگن تو روز روشن، کی باورش میشه آخه؟ این یه اتفاق. بعدش روسیه هنوز کاری نکرد، روسیه یه رفراندومای گذاشت، اون بخش شرقی رو گرفت، دونتسک و اینها رو که همه جمهوری های روسی الاصل نشین هستن رو رفراندوم گذاشت، یه رفراندوم از که 90% رای دادن، ملحق شدن به روسیه که بعد اوکراین شروع کرد این کارش. بعد روسیه بارها گفته بود کسی اگر به اون پل مینسک که مینسک رو وصل میکنه از روی دریای سیاه حمله بکنه جواب میگیره. بارها گفته بود اوکراین حمله کرد. چطوری؟ گفتن یه عملیات تروریستی خودکشی بوده، یک کامیونی که کود شیمیایی میبرده اون چیز داشته، بمب داشته منفجر شده، که معلوم شد که راننده بدبخت روحش هم خبردار نبوده، اینقدر اینا کثیفن بمب گذاشتن زیر این کامیونه فرستادن. وقتی که اون پل منفجر شد روسیه شروع کرد به حمله کردن به کیف و بعضی شهرهای دیگه، و الان اون یه سری از نظامیایی که یا توی آمریکان و همین الان تو با دولت این دولت نیستن میان و بررسی میکنن و میگن که ارتش اوکراین عملا نابود شد، 100,000 تا کشته داده، 300-400,000 نفر زخمی داده، کل 600,000 نفر بوده، نیروهای ناتو رفتن اونجا توی لباسهای دیگه به خصوص از لهستان، اونها هم خسارات زیادی دیدن. الان بس از اینه که دارن از نیروهای مزدور استفاده میکنن، قبلا هم میکردن ولی الان دیگه رو شده، از داعش و القاعده نیرو گرفتن. یه مصاحبه هست با یه فکر میکنم یا القاعده یا داعش که باش مصاحبه کردن، داره به عربی حرف میزنه، ترجمهش هست به انگلیسی و توی ویدیوی هست توی سوشال میدیا، من توی فیسبوک هم گذاشته بودم، که داره رسما میگه که چند 2-3,000 دلار میگیرن، اوکراین بهشون پول میده، اسپانیا میده، بلژیک میده، غیر و زالک میرن اونجا بجنگن. این اتفاقی که الان داره میفته و الان کماکان دارن مسئله بحث سلاح هسته‌ای رو مطرح میکنن. اتفاقی که افتاده الان تو آمریکا یه تکونی افتاده، یه بخشی از هیئت حاکمه که الان توی دولت بایدن نقش ندارن ولی جزء هیئت حاکمه هستن، از ادمیرال و از جنرال سابق و غیر و زالک و آدمای مختلفی و مفسرین و نه چپ، اینها اومدن و دارن رسما حرف میزنن، به زبونهای مختلف دارن میگن که باید مذاکره کرد، دنیا داره جای خطرناکی میره، باید مذاکره کرد، داریم میریم پای جنگ هسته‌ای، دولت آمریکا بایدن باید مذاکره بکنه. ولی کماکان هنوز اتفاقی نیفتاده در این بابت. تنها اتفاقی که افتاده مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته اگر روسیه با سلاح هسته‌ای به اوکراین حمله بکنه ما به روسیه حمله نخواهیم کرد، یعنی حساب خودش رو به این شکل از ناتو جدا کرده. ولی بلافاصله گفتن یه سری زیر دریایی اومده روسی دم دریای شمال تو فرانسه رو تهدید کرده، یه خبر دیگه اینجوری هم در اومد. به هر حال اتفاقی که داره میفته به شدت خطرناک، و از این طرف این همه انسان بیگناه تو اوکراین دارن کشته میشن. فکر کنید 100,000 نفر میگن فقط از ارتش اوکراین کشته شده، حالا مردم عادی که کشته شدن، نزدیک 300-400,000 نفر زخمی شدن، حالا من نیست چجوری تو روسیه، میگن یه پنجم این تعدادم تو روسیه کشته شدن و زخمی شدن اونها، و بعد مردم عادی که تمام زندگیشون نابود شده، و بعد خطری که دنیا رو داره تهدید میکنه، خطر جنگ جهانی سوم و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، و بعد در کنارش این بحران وحشتناک عمیق اقتصادی که با این جنگ ابعادش به شدت گسترده‌تر شده، فقر بیداد میکنه، مردم واقعا تو اروپا گرسنه‌ن، بی خانمان شدن، نمیتونن خونه‌شون رو گرم کنن، غذا نمیتونن به بچه‌هاشون بدن. این اتفاق داره میفته. وقتی آدم نگاه میکنه میبینه سرمایه‌داری واقعا چه منطق وحشیانه‌ای داره، در این حال میمونه که این دولت‌ها هدف نهاییشون چیه. من خیلی فکر میکنم به این مسئله، میدونم مسئله نجات سرمایه‌داریه، میدونم الان جنبش اعتراضی تو آمریکا و اروپا به شدت علیه سرمایه‌داری وسیع شده، جنبش اتحادیه سازی قوی شده، غیر و زاله، ولی آیا واقعا نمیخوام برم پای نابودی؟ این جنگ هسته‌ای را بیفته
یه بخش گنده‌ای از دنیا نابود میشه. اروپا توشه. این مسئله است، برای اینکه داره بین روسیه و اوکراین اتفاق میفته. این دیوانگی محض رو من هر جوری فکر میکنم راستش نمیتونم درک بکنم که بر چه مبنایی هست، ولی این خطر واقعیه و فقط من این رو نمیگم، تعداد زیادی هستن مفسرین چپ و راست هم ارتشی غیر و زالک از درون جامعه آمریکا و اروپا اومدن بیرون و دارن حرف میزنن و میگن این خطر دنیا رو تهدید میکنه. حالا باید ببینیم کسی حاضر میشه یه ترمز بزنه و بکشه عقب و این خطر رو کم بکنه، یا اینکه همینطور تا کهش میخوام پیش بره.